ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در دومین روز مذاکرات اتمی کشورهای پنجه به علاوه یک با رژیم آخوندی در ژنو که به درخواست کاترین اشتون وزرای خارجه کشورهای غربی به این مذاکرات در ژنو پیوستند، در حالی که جان کری، لوران فابیوس، ویلیام هیگ و گیدو وسترولی به همین منظور وارد ژنو شدند، آسوشیتد پرس نوشت، جان کری که از اسرائیل عازم ژنو شد گفته است هر کاری را که بتواند برای کاهش دامنه اختلافات انجام خواهد داد و در این رابطه به دعوت کاترین اشتون به ژنو سفر کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل که قبل از سفر کری به ژنو با او دیدار کرده بود هر گونه معامله‌ای را با رژیم ایران مطلقاً رد کرده است. نتانیاهو گفت رژیم ایران فریبکاری می‌کند و اسرائیل به هر کاری که برای دفاع از خودش لازم باشد دست خواهد زد. رویتر نیز از ژنو گزارش داد جان کری وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در مذاکرات اتمی به سایر وزرای خارجه پیوست تا یک معامله موقتی را با رژیم ایران شکل دهد. اما دیپلمات‌ها گفتند پیشرفت در مذاکرات این هفته همچنان نامعلوم و غیر مسلم است. اما حضور وزرای خارجه کشورهای غربی نشان می‌دهد که احتمال معامله و عقب نشینی رژیم ایران از جاه طلبی‌های اتمی‌اش نسبت به هر زمان دیگری بیشتر است. رویتر افزود قدرت‌های جهانی روی جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به توانایی تسلیحات اتمی متمرکز شدند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیپلمات‌ها نوشت اختلاف میان کشورهای پنج به علاوه یک و رژیم ایران همچنان بسیار فاحش باقی مانده است. خبرگزاری فرانسه افزود در حالی که رژیم ایران به دنبال لغو تحریم هاست، قدرت‌های غربی که میگویند این رژیم به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است، خواهان محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم آن هستند. در حالی که موضوع تعلیق غنی‌سازی و پذیرش پروتکل الحاقی در مرکز مذاکرات اتمی است، منابع و مقامات رژیم آخوندی گزارش‌های متناقضی از امکان توافق رژیم با کشورهای پنج به علاوه یک منتشر کردند. این رسانه‌ها نوشتند از دیشب تا کنون مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در ژنو پیچیده‌تر شده است. دو طرف قرار است سند مشترکی را امضا کنند. بر همین اساس امروز 4 تن از وزرای خارجه پنج به علاوه یک وارد ژنو شدند. عراقچی معاون وزارت خارجه رژیم آخوندی و عضو تیم مذاکره کننده وضعیت را در مراحل حساس و پیچیده توصیف کرد و گفت هنوز نمیتوان گفت که این مذاکرات امشب به نتیجه میرسد یا خیر. در این حال که روند مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است. به ادامه داد با توجه به حساسیت مذاکرات اشتون از ظریف خواست درباره متن تفاهم مشترک جلسه سه جانبه با حضور وزیر خارجه آمریکا برگزار شود. در حالی که پنجشنبه شب خبرهای متعددی درباره پذیرش تعلیق غنی‌سازی از سوی رژیم آخوندی منتشر شده بود، خبرگزاری سپاه تروریستی قدس هر گونه قبول تعلیق غنی‌سازی را شایع خواند. اما عراقچی مذاکره کننده اتمی رژیم گفت غنی‌سازی از اصول و حقوق ماست، اما درباره اندازه، ابعاد و سایز آن میتوان مذاکره کرد. ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی نیز در مصاحبه با CNN اعلام کرد ما نمیخواهیم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را دوباره امتحان کنیم، ولی موضوعاتی روی میز مذاکره است که درباره آن بحث میکنیم. وزیر خارجه رژیم بر اهمیت مخفی ماندن مذاکرات تاکید کرد و گفت توافقات پیچیده باید در پشت درهای بسته صورت گیرد. همزمان با مذاکرات اتمی رژیم در ژنو، آخوند موحدی کرمانی در جمعه بازار تهران گفت دشمن توافق خوبی با ما نخواهد کرد. آنها دست از دشمنی بر نمی دارند. وزیر خارجه آمریکا به آقای نتانیاهو این جمله رو گفت. گفت آقا مطمئن شما باشید ما با ایران توافق بدی نخواهیم کرد. یعنی توافقی که به ضرر شما باشه ناراحت بشید نخواهیم کرد. این معنیش یعنی ما با ایران هیچ توافق خوبی نخواهیم کرد. معنیش اینه دیگه. خب اینه که
مقام معظم رهبری میفرمان من به مذاکره خوشبین نیستم، یعنی فکر نمی کنم نتیجه بخش باشه. این جیانیان هستن، اینا هستن دستبردار از دشمنی نیستن. این چیزهاییست که میگن و ما تخفی صدورهم اکبر، دلهاشون بیش از این حرف ها از دشمنی و عداوت ما پر هست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه NBC گفت مذاکرات ژنو برای کاهش تحریم ها نیست. اوباما در این مصاحبه تاکید کرد در صورت یک معامله موقت با رژیم ایران پیرامون برنامه اتمی‌اش تنها بخش بسیار کوچکی از تحریم هایی که رژیم ایران را زمینگیر کرده است برداشته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه بر بی‌اعتمادی نسبت به رژیم ایران تاکید کرد و گفت ما به رژیم ایران اعتماد نداریم. در صورتی که رژیم ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند و آن را کنار بگذارد، در این صورت تحریم ها خیلی جزئی کاهش خواهند یافت، اما اساس تحریم ها باقی خواهد ماند. اوباما تاکید کرد در صورتی که رژیم ایران به خواست جامعه جهانی تن ندهد و آن را محقق نکند، همین کاهش جزئی تحریم ها مجدداً باز خواهد گشت. رئیس کمیته بانکی استثنایی آمریکا اعلام کرد طرح جدید تشدید تحریم رژیم ایران به جریان می افتد. سناتور تیم جانسون گفت رأی‌گیری در مورد طرح تشدید تحریم‌ها بعد از مذاکرات هسته‌ای روز جمعه در ژنو صورت می‌گیرد. وی به خبرگزاری رویتر گفت هریرید رهبر اکثریت سنا به من گفت برای بحث روی این لایحه به منظور ارائه به جلسه سنا و رأی‌گیری در مورد آن اقدام کنیم. نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان نوشت رژیم ایران تا همینجا به حدی پیشرفت کرده که تکنولوژی و توانایی ساختن بمب اتمی را دارد. اولی هاینونن معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت رژیم ایران اگر برای هسته‌ای شدن تصمیم سیاسی بگیرد دارای دانش فنی و اورانیوم غنی شده 20% کافی برای تولید مواد انفجاری خام هسته‌ای ظرف 2 تا 3 ماه می باشد. تشدید بحران درون رژیم بر سر مذاکرات هسته‌ای ژنو مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. روزنامه واشنگتن تایمز نوشت در درون رژیم ایران اختلافات بر سر مذاکرات اتمی به شدت جریان دارد. ادعای جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران که گفته است تا آخر این هفته ممکن است یک توافق انجام شود تیتر ساز شده است. پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم گفته است آمریکا باید عذرخواهی کند و بابت خسارتی که وارد کرده غرامت بپردازد. این اظهارات نشان می‌دهد که تندروهای رژیم ایران تا کجا آماده هستند زیرا به تلاش‌های همکاران خود را بزنند. رژیم ایران به دولت هند پیشنهاد داده به صورت رایگان نفت را به بندرهای این کشور حمل کند. خبرگزاری رویتر با استناد به چندین منبع صنعتی فاش کرد که این پیشنهاد نشان دهنده کاهش شدید صادرات نفت ایران و مشکلات رژیم در این زمین است. خبرگزاری رویتر می‌افزاید رژیم تهران به هند گفته است در صورت افزایش حجم خرید نفت می‌تواند تخفیف بیشتری در قیمت نفت صادراتی بدهد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که به ایران سفر کرده است خواستار لغو ممنوعیت حضور زنان و دختران ایرانی در استادیوم‌های ورزشی شد. به گفته منابع خبری رژیم آخوندی هیچ قولی در این باره داده نشده است.